اسم من لیدیا لیونتیوا هست. من زبان فارسی یاد گرفتم در دانشگاه سن پیترزبورگ در روسیه. من الان در استونیا در دانشگاه تالین زبان فارسی تدریس می کنم. چقدر اونجا دانشجو داری تو دانشگاه تالین؟ کلن یا رشته زبان فارسی؟ رشته زبان فارسی. رشته زبان فارسی الان که تعداد دانشجویان خیلی زیاد نیست، ولی اون پاییز ما 7 دانشجو داشتیم. دانشجوهاتون چی کار میکنن بعد که زبان فارسی یاد گرفتن؟ چرا میاد زبان فارسی یاد بگیرن تو تالین؟ دانشجویان ما معمولا علاقه دارند به شرق شناسی. آنها همراه با زبان فارسی یا زبان عربی یا زبان ترکی یاد میگیرند. بعد تالین کجا قرار داره؟ اگر برای ایرانی ها بخواید بگید، علاقه من باشن بخواید بیان کشور شما، تالین کجا هست؟ تالین پایتخت کشور استونیا هست. کشور استونیا کشور خیلی پر نفر نیست، پر جمعیت نیست. اونجا تقریبا 1.5 میلیون جمعیت هست و در پایتخت ما کمتر از 0.5 میلیون زندگی می کند. وقتی که دانشجوهاتون میان سر کلاس، روز وقتی که میخواید بهشون شیرینی زبان فارسی رو نشون بدید، بخواید علاقمندشون کنید به زبان فارسی، چی بهشون میگید؟ من معمولا میگویم که زبان فارسی یکی از قشنگترین زبانهای دنیا هست و این واقعا اینطور هست، چون که من هم زبانهای دیگری بلد هستم و واقعا زبان فارسی به نظر من قشنگترین زبان دنیا هست. و هم زبان فارسی به نظر من یک قدر ساده هست. دستور زبان فارسی به نظر من ساده هست و خارجیان میتوانند به سادگی این را یاد بگیرند. دخترتون هم زبان بلده؟ هنوز نه متاسفانه. چند سالشه؟ اسمش چیه؟ اسمش ویرونیکا و اون 3.5 ساله. چه زبانی بلده؟ اون الان فقط زبان روسی بلده. دانشگاه شما برنامه ای دارن برای گسترش زبان فارسی؟ تو این سالها اونجا چی کار کردید؟ تا حالا چقدر دانشجو داشتید؟ من معمولا زبان فارسی، دوره زبان فارسی معمولا 2 سال طول میکشه و چند بار ما هم دوره ادبیات فارسی داشتیم، هم ادبیات ادبیات مدرن و ادبیات کلاسیک هم داشتیم و چند بار ما چند ورکشاپ برگزار کردیم، مثلا ورکشاپ خوشنویسی داشتیم. من متاسفانه وقت کم میمونه. من واقعا خیلی میخواهم بیشتر از ادبیات فارسی ترجمه کنم و ادبیات فارسی به مردم استونیا معرفی کنم. امیدوارم که در آینده زمان بیشتر داشته باشم و میتوانم این کار کنم. من خیلی از منظور سوال شما نفهمیدم. یعنی دکتر سوال دقیقاً چی بپرسم؟ در منطقه ما، یعنی در استونیا، به نظر ما باید فرهنگ ایران بهتر و بیشتر معرفی کنیم به جمعیت استونیا، چون که بر اساس تجربه من خیلی ها فکر میکنند که مثلا زبان عربی و زبان فارسی همین است، که فرهنگ عربی و فرهنگ ایران همین است، ولی واقعا فرق زیادی هست و مردم متاسفانه از این نمیفهمند. من خودم واقعا من میدونم که فردوسی مهمترین بزرگترین شاعر هست، ولی من خودم شخصا بیشتر از سعدی دوست دارم، به این دلیل که این سعدی اون برای هر نفر در هر گوشه دنیا اهمیت دارد. اون موضوع بوستان و گلستان و اون برای هر نفر در هر جای دنیا نزدیک است. الان که بیشتر مثلا از احمد شاملو
احمد شاملو و حتما که از صادق هدایت خوشم میاد. ایرانی ها باید خیلی افتخار فرهنگ و فرهنگ خود باشند، چون که واقعا فرهنگ ایران ارزش زیادی برای فرهنگ دنیا دارد. از زبان استونیایی به زبان فارسی به نظر من هیچ واژه وارد نشد، ولی از زبان فارسی به نظرم کمی واژه ها هستند، مثلا خاکی، مثلا رنگ برای رنگ خاکی مثلا. تو استونیایی چه معنی میده رنگ خاکی؟ بله رنگ خاکی هست، بله. بهش میگن خاکی، بله. ولی واقعاً آنها نمیفهمند که این از واژه فارسی که خاک هست. و این کلمه پارادیس، این هم که واقعاً کلمه فارسی هست، هم مثلا زبان استونیایی هست استفاده میکنند. پارادیس به معنای بهشت. چند بار بودم؟ دو بار بودم ایران. چه سال ایران بودید؟ آخرین بار فکر میکنم 5 سال قبل بودم. ایران که میرید چیش برای شما جالبه؟ مردم، زندگی مردم عادی. خیلی از شما ممنونم. خیلی ممنونم.